درسته. شما میگید من این سمت دیگه کارهای که باید انجام میدادم و انجام دادم، بازیکنان معرفتی که میخواستم بذارن گذاشتن، تیمم جمع شده، حالا دیگه اون سمت باید یه کاری انجام شد. ببینید من بازم الان به شما بگم، تیمی که از پارسال 60%، 50% طلب داشته، هنوز 40% پارسالش رو طلب داره، هنوز نگرفته و داره اینقدر تلاش میکنه با تمام کمبودا، کمبود بازیکن بودجه، هیچ مشکلی نداشته، کارش رو انجام داده، وظیفه‌اش رو انجام داده. اون بازیکن‌ها رو باید، من روز اولم گفتم الان میگم، این بازیکن‌ها رو باید همه‌شون رو طلا گرفت، کم پیدا میشن. شما خودتون دیدید هستن به خاطر آپشن قراردادشون اعتراض میکنن. بله. ولی چه من نیا کنید ببینید امسال صداش در نیومده، خاطر پول پارسالشون اعتصاب کردن. 60% یه بازیکن طلب داره، 40% طلب داره، حقشه، حقش رو میخوادش. منم میگم درسته، با این حال کارش رو انجام داده، وظیفه‌اش رو انجام داده که به هوادار مدیون نباشه. عالی. حالا خیلی سوال باز داره راجع به بازیکن ها میاد، من میگم دیگه ریز نشم، چون اصلا هوادارا تک تک بازیکن ها رو گفتن که شما یه کلی توضیح دادین راجع به اتفاقاتی که افتاده و حالا نمیدونم تا هفته اسفند رو فکر می‌کنم پنجره نقل و انتقالاتی تیمو باز باشه چه اتفاقاتی میفته نمیدونم. بازم اگه نکته‌ای هستش با هوادار استقلال ما در خدمتیم. ممنون. بازم مثل همیشه تشکر می‌کنم از هوادارهای عزیزمون، بودن اونا کنار ما باعث شد که ما این فصل اولو بتونیم موفق باشیم. بازم کنار هم دیگه زحمتمون رو میکشیم، تلاشمون رو میکنیم، قسمت و تقدیرمون هر چی باشه همون اتفاق میفته، ولی ما باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم. با 13 تا بازیکن باشیم، الان 13 تا بازیکنیم، تو تمرین بعضی وقتا 15 تا بازیکنیم، وظیفه‌مون رو باید به بازیکنام هم گفتم انجام بدیم، تلاشمون رو میکنیم، هر اتفاقی افتاد میسپاریم دست بالاسریمون که ببینیم چه تقدیری رو واسمون رقم زده. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای نکونام، براتون آرزو موفقیت می‌کنم. شما دست نکونه سلامت. محبت کردید. متشکرم از جواد نکونام عزیز، سبب محترم باشگاه استقلال.